خب دوستان عزیز، امروز باز در خدمتتون هستم با یکی دیگه از ویدیوها که میخوام امروز براتون در ادامه بحث گسترده اختلالات شخصیتی، یکی دیگه از اختلالات شخصیتی رو که شخصیت خودشیفته هستش و خیلی هم این اصطلاح تو جامعه به صورت عامیانه البته به کار میره در مورد هر فردی که مثلا یه مقدار خودش رو از دیگران جدا میدونه و احساس تکبر میکنه به کار میره رو براتون توضیح بدم. خب آدم‌های خودشیفته حقیقتا آدمایی هستن که تحملشون برای افراد دیگه مشکله، به خاطر اینکه با این خودشیفتگی که دارن، با اون خصوصیات رفتاری که نسبت به دیگران دارن، دیگران رو خشمناک میکنن، عصبانی میکنن و معمولا این هم به خودشیفتگی اونا ضربه وارد میشه، چون دیگران بر علیهشون موضع میگیرن و خیلی افراد خودشیفته در معرض این قرار دارن که به افسردگی دچار بشن به خاطر شکست خوردن خودشیفتگیشون. در واقع آدم های خودشیفته آدم هایی هستند که ریشه مشکلشون در اعتماد به نفس بالا نیست، برعکس اینکه همه فکر میکنن میگن عجب طرف اعتماد به نفس بالایی داره، اینجور نیست، اتفاقا در اعتماد به نفس پایین و زیر سطح معمولی هست که یک فردی داره و این باعث میشه که در دستاوردهای خودش غلو بکنه و بزرگ نمایی بکنه و یک حالتی پیدا بکنه که بخواد خودش رو از دیگران به صورت تصنعی و غیر واقعی بالاتر بدونه. آدمای خودشیفته مهمترین مشکل رفتاری که دارن با اجتماع این هستش که خود بزرگبینی خیلی زیادی دارن، یعنی خودشون رو بیشتر از اون چیزی که واقعا هستن میدونن و اهمیت خیلی افراطی به شخص خودشون میدن. از اون طرف توقع دارن که دیگران به دستاوردهای اونها که یه چیز معمولی هستش، چیز خاصی هم ممکنه نباشه، خیلی اهمیت بدن، اونو مورد توجه زیادی قرار بدن، نیاز دارن به تشویق شدن افراطی، یعنی هر کار کوچیکی که میکنن توقع دارن که به شدت تشویق بشن، مورد تمجید قرار بگیرن و دائما در تخیلات و رویاهاشون دارن رویاهای خودبزرگبینی، قدرت فوق‌العاده، موفقیت‌های فوق‌العاده رو می‌بینن. اکثرا آدم‌هایی هستن جاه طلب، آدم‌هایی که در آرزوی رسیدن به قدرت و مقام و موفقیت هستند و آدم‌هایی هستن که حس همدردی با دیگران ندارن. مثلا آدم خودشیفته یکی از مهمترین صفات بانز شخصیتیش که درمانش هم کرده، درمانش خیلی سخت و مشکلیه، بر همین مبنا قرار داره، اینه که حس همدردی با کسی ندارن، یعنی اصلا نمیتونن غمها، دردهای مردم رو درک بکنن. چیزی که براشون مهمه خودشون هست، دستاوردهای خودشون هست، اشتغال فکری خودشون به بزرگ بودن و نیروی بیکران داشتن و زیبایی بیش از حد داشتن و اینجور مسائل هستش. بنابراین دیگه جایی برای اینکه بخوام برای دیگران فکر بکنن ندارن. نسبت به دیگران هرچند اون فرد نزدیکی بهشون باشه کاملا بی اهمیت هستن. در مقابل انتقاد بسیار حساسن، اصلا طاقت انتقاد رو ندارن. در مقابل انتقاد ازشون به دو روش برخورد میکنن، یا شدیداً عصبانی میشن، پرخاشگری میکنن، یا اینکه بی اهمیتی میکنن و اصلا جوابی نمیدن و ساکت میشینن، مثلا لبخندی میزنن که اصلا یعنی من حرفایی که تو میزنی رو اهمیتی بهش در مورد خودم نمیدم، تو در حدی نیستی که من بخوام جوابی برای تو داشته باشم. عرض شود به حضور شما که توی جدول DSM-5 9 تا ملاک تشخیصی وجود داره که اگه یک نفر 5 تا یا بیشتر از اینها رو داشته باشه میشه لیبل شخصیت خودشیفته رو به اون فرد زد و گفتش که این فرد خودشیفتگی داره. حالا هر کسی که مثلا یک دو تا از این ملاک رو داشته باشه
نه این خودشیفته نیست، حتما باید 5 تا یا بیشتر از اون بلاک ها رو داشته باشه. همینجوری نمیشه برچسب به هر چیزی و به هر کسی زد. عرض شود به حضورتون که در مورد آدم های خودشیفته یا چیزی که بگم این، چون توی اون بحث اینکه اصلا اختلالات شخصیتی چی هست که اول توضیح دادم توی ویدیوی جدا به صورت کامل، گفتیم که اختلالات شخصیتی کلن به 3 دسته مختلف طبقه بندی میشد، که اختلال شخصیتی مرزی، خودشیفته، ضد اجتماعی و اختلال شخصیتی نمایشی. اینها اختلالاتی هستند که در 1 دسته قرار داشتن و تقریبا شبیه هم. معمولا کسایی که اختلالات خود شخصیتی خودشیفته رو دارن، اون 3 تا اختلال دیگر هم چند تاشو دارن باهاش، خیلی هاشون. مثلا توی قاتلای زنجیره‌ای، سریال کیلرها یا متجاوزین به عنف دیده شده که خب اکثر اینا یا شخصیت سادیستیک دارن یا شخصیت ضد اجتماعی دارن، بعضی هاشون هم مبتلا هستن به اختلالات سایکوتیک، اسکیزوفرنی و اینا. ولی اکثرا اینها همراه با شخصیت ضد اجتماعی شخصیت خودشیفتگی هم دارن، یعنی به شخص خودشون خیلی اهمیت میدن، اجبار نیست ولی خیلی هاشون دارن، یعنی معمولا توامان هستش با اون اختلال، با اون اختلالات شخصیتی دیگه، اختلال شخصیتی خودشیفته. خب چیزی که ما باید با این افراد اگر مواجه بشیم مراعات کنیم چیه؟ اولین چیز اینه که به هیچ وجه ما نباید به این افراد اجازه بدیم که از ما سوء استفاده کنن و احساسات ما باعث بشه که اینا ما رو استثمار کنن، چون این افراد برای کسی اهمیت آنچنانی قائل نیستن و اگر از شما نقطه ضعفی ببینن فقط در صدد این برمیان که شما رو استثمار کنن در جهت منافعی که خودشون میخوان و این راهو در پیش میگیرن. حالا اگر یه همچین آدمی که اختلال شخصیتی خودشیفته داره با 1 نفری که اختلال شخصیتی مرزی داره و شدیداً احتیاج به این داره که با 1 نفر روابط صمیمی داشته باشه و از ترک شدن شدیداً دچار استرس میشه، چون تو اختلال شخصیتی مرزی که جلسه پیش راجبش صحبت کردم، یکی از مهمترین و بارزترین صفات شخصیتی این افراد اینه که شدیداً میترسن از ترک شدن، دائم دارن گدایی محبت میکنن که دیگران رو از دست ندن و اگر از دست بدن و دیگران ترکشون کنن، رفتارهای بسیار تند و بسیار غیرعادی میکنن. خب شخصیت خودشیفته میتونه از این شخصیت مرزی سوء استفاده کنه، چون وابسته میشه بهش و نیاز شدیدی داره به این که ترک نشه، و این شخصیت خودشیفته چون اهمیتی به علاقه دیگران نمیده میتونه این آدم رو استثمار کنه. کلن تو روابط بین فردیشون شخصیت های خودشیفته خیلی استثمارگر هستند و همه چی رو برای خودشون میخوان. از شبت به حضورتون باز دوباره مثل جلسات قبل یه سری چیزایی روی وایت بورد نوشتم، اینا رو هم براتون یه توضیح بدم تا بقیهش رو ادامه بدیم. حالا اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیسیستیک پرسونالیتی، دیگه دیس اردرش رو نمی‌نویسم، 3 تا از مهمترین ویژگی‌هاشون ایناست که اینجا نوشتم. احساس عمیق اهمیت شخصی، خیلی خودشون رو مهم میدونن، فکر میکنن مرکز توجه جهان هستن و در این هم شکی ندارن، اعتقاد بهش دارن و این باعث میشه که با دیگران مشکل پیدا بکنن. دوم، احساس خود بزرگبینی و بی‌نظیر بودن دارن، یعنی خودشون رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که هستن و اینکه بی‌نظیر، مثلا احساس میکنن که زیبایی خیلی زیادی دارن، هوش خیلی زیاد، استعداد زیاد، دائما با این تفکرات دارن زندگی میکنن. تحمل انتقاد هم به هیچ وجه ندارن، یعنی به شدت عصبانی میشن، مثلا میگن تو کی هستی که اصلا بخوای از من انتقاد کنی. خب علت چیه؟ علت احتمالی، چون علتهای قطعی هنوز مشخص نیست، چون همش ریشه تو مغزه و هنوز اونجایی که ذهن انسان تو مغز قرار گرفته
شناسایی نشده، دو تا نظریه وجود داره. نظریه اول میگه که والدینی که بسیار تزریق کننده اعتماد به نفسن، یعنی میگه که این بچه هایی که تو بچگی یه والدینی داشتن که خیلی بیش از حد هر حرکت کوچیکی رو که اینا میکردن تشویق افراطی کردن، و البته تشویق بچه چیز خیلی خوبیه، نباید سرکوب بشه، ولی این منظور که والدینه که بیش از حد هر موفقیت کوچیکی رو بزرگ برای بچه کردن و به این ترتیب تزریق بهشون اعتماد به نفس پوشالی و احساس بزرگ بودن رو تزریق بهشون کردن. نظریه دوم میگه که والدین بی‌توجه، یعنی والدینی که چیکار کردن؟ والدینی که بچه‌ها در کودکی هر کاری کردن که مورد توجه والدین خودشون قرار بگیرن ترد شدن، والدین زیاد نسبت به دستاوردهای اینا اهمیتی ندادن و اینا در بزرگسالی هی میخوان خودشون رو به دیگران اثبات بکنن و این احساس رو داشته باشن که یک فرد مهمی هستن. البته این دوتا نظریه درست در تضاد با همدیگه قرار داره، ولی این دوتا علتیه که از سمت روانشناسای بزرگ مطرح شده که علت احتمالی روان شناختی این مسئله هستش. ما یه علت روانشناختی داریم، یک علت زیستی داریم. عرض شود به حضور شما زیست شناختی یعنی علتهای بیماری های روانشناختی میگن میتونه رفتاری و محیطی باشه، میتونه علت زیستی باشه، مثلا تو مغز یا سیستم اعصاب مرکزی مشکلاتی وجود داشته باشه. خب این دوتا تئوری که در مورد شخص خودشیفته الان مطرح هستش که به این دو علت ممکنه مستعد این حالت شده باشن، عرض شود به حضور شما راجب درمان این آدم هایی که به این اختلال شخصیت مبتلا هستن درمان بسیار بسیار مشکله. چرا؟ چون اول فرد خودشیفته باید خودشیفتگی خودش رو بذاره کنار که نمیتونه این کارو بکنه و اصلا افراد خودشیفته علامه ایم این که درمان بشن ندارن و احتیاجی هم به این کار نمیبینن، اکثرا هم همکاری نمی کنن، مراجعه هم نمی کنن. بنابراین خب این خود به خود احتمال رو تقریبا به خوب شدن رو، احتمال اینکه بهبود پیدا کنن رو تقریبا به صفر میرسونه. از اون طرف ولی یک سری درمان هایی وجود داره که بهترین درمان که تا حالا شناخته شده گروه درمانی هستش، یعنی این بیماران رو، این آدم هایی که اختلال خودشیفتگی دارن رو تو گروه های همیاری و همدلی قرار میدن، یعنی گروه هایی قرار میگیرن که مجبور میشن با دیگران احساس همدردی بکنن، غم ها و مشکلات مردم رو بشنون و احساس همدردی باهاشون پیدا کنن. این میگن یکی از درمان های تقریبا موفق بوده برای این اختلالی که بسیار بسیار درمانش مشکله و مادام العمر و مزمن هم هستش. البته با بالا رفتن سن اختلالات شخصیتی اکثرا یک مقدار رو به بهبود میره، اما خب افرادی که اختلال شخصیت خودشیفته دارن بعد با بالا رفتن سن خیلی احتمال اینکه افسردگی بگیرن بیشتره، چون این افراد بسیار مشکل دارن با قضیه پیر شدن و مخصوصا بحران میانسالی، چون برای زیبایی جوانی خیلی اهمیت ویژه‌ای قائل هستن و وقتی که پا به سن میذارن و قیافه شروع میکنه به چین و چروک برداشتن و پیر شدن، این افراد خیلی احساس بدی بهشون دست میده، کلا با بحران میانسالی بسیار مشکل دارن و در این سنین اکثرا دچار افسردگی اساسی میشن. عرض شود به حضورتون که حالا 1% از افراد جامعه طبق آمارهای نچندان دقیقی که وجود داره این اختلال رو دارن و بهش مبتلا هستن. بین زن و مرد هم زیاد فرقی نمیکنه که مثلا بگیم خانوم ها بیشتر مبتلا میشن یا آقایون، خیلی تفاوتی نمیکنه. عرض شود به حضور شما که اختلال شخصیت خودشیفته رو چون خیلی بعضی موقع ها همپوشانی داره با اختلال شخصیت
ضد اجتماعی، چون معمولا یک نفر هر دوی این دوتا شخصیت رو داره، ولی از هم میشه اینا رو افتراق داد با یک چیز خیلی مهم، احساس گناه. شخصیت ضد اجتماعی که میشه گفت بدترین نوع شخصیتیه که شما میتونید ماهاش روبرو بشین و اکثر قاتلا و خلافکارا از اون شخصیت بیرون میان، هیچ حالت گناهی بعد از ارتکاب جرم و یا یک حرکت زشتی که در قبال دیگران انجام میدن ندارند. اما شخصیت خودشیفته احساس گناه میکنه و احساس میکنه که کار بدی رو بر علیه کسی انجام داده. این احساس گناه رو داره ولی شخصیت ضد اجتماعی رو نداره. این یک روش خیلی خوبیه که میشه این دوتا رو از هم جدا کردش. عرض شود به حضورتون که تقریبا همه چیزهایی که لازم بود رو گفتم. الان هم دارم نگاه میکنم دیگه چیزی راجع به این نوع شخصیت نمیمونه که بخوام بگم. شخصیت خودشیفته رو امروز براتون توضیح دادم، ایشالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. و اگر پیشنهاد و انتقادی دارین حتما مطرح کنید که ما بتونیم این برنامه‌ای رو که خدمتتون ارائه میکنیم روز به روز بهتر و پربارتر بشه، اون چیزایی که واقعا لازمه رو بتونم بهتون انتقال بدم. خب روز خوبی داشته باشین، ازتون ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. خدا نگهدار، روزگار و ایام خوبی داشته باشید.